سلام، روزتون بخیر. اسم این اتوبان چیه؟ اتوبان ستاری. ستاری. میدونید ستاری کی بود؟ اطلاعات دقیقی ندارم. والله یه خود اطلاعاتم راجبشون کمه. یادم رفت. فیلم که آدم بزرگی بود. فرمانده نیروی هوایی بوده. فقط میدونم که افسر خیلی شجاعی بود. منصور ستاری، متولد روستای ولی‌آباد ورامین در سال 1327. پدرش مرحوم حاج حسن مردی ادیب، فاضل و شاعر بود. ستاری در دوران تحصیل شاگردی ممتاز بود و پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده افسری شد. کارش رادار بود، نمیتونست فکر کنه. در زمان جنگ تحمیلی به واسطه تعهد و تیزهوشی که داشت به سرعت مورد توجه قرار گرفت. ذاتاً یک شخصیت فرهنگی علمی و دانشمند و نبوغ خاصی داشت. شاهکار شهید ستاری در جنگ درست برمیگردد به زمان عملیات‌های بزرگی مانند والفجر، فتح المبین و بیت المقدس. عملیاتی کردن موشک هاگ که کلاً از رده خارج بود، ولی ایشون برنامه ریزی کردن که در چه زمانی هواپیمای دشمن رو میبینن قفل کنن، لاک کنن. 70 فروند هواپیمای رژیم بعثی در این عملیات ساقط شد. ستاری به واسطه تلاش‌ها در سال 65 با درجه سرهنگی به سمت فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد. اصالتا اونایی که شما رو فرمانده کردن چرا بهتون اسلحه ندادن؟ اونا هم نه. نهضت قدرسازی که ایشون راه اندازی کردن واقعا یک نهضت بسیار بزرگی بود. در دوران دفاع مقدس ما به مرحله رسیدیم که واقعا هواپیمامون زمینگیر شده بود. باعث شد ما بتونیم هواپیماهای زمینگیرمون رو سر پا بکنیم. ستاری است. در واقع از وی با عنوان یک نابغه نظامی یاد می شود که بنیانگذار بسیاری از طرح‌ها در نیروی هوایی ارتش بعد از جنگ تحمیلی بود. انواع اقسام پروژه‌های مختلف ساخت هواپیما تو همون سال‌ها اجرا شد و خب نتیجه شده اتفاق که الان شما میبینید. شهید منصور ستاری حقیقتا یک نخبه بود، هم از لحاظ فکری، ذهنی، علمی و عملیاتی، هم از لحاظ انگیزه و ایمان و حضور در عرصه های دشمن. چقدر تفاوت بین زندگی معمولی و زندگی در آسمان. در کاراش خیلی خلوص داشتم، با خلوص کار میکردم. سرانجام شهید ستاری در سال 73 در ثانیه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان به همراه افسران بلندپایه نیروی هوایی ارتش به شهادت نائل آمد. صحبت شهید ستاری این بود: خودکفایی و مقتدر بودن، اونم بر پایه تلاش، همت و طرح و دانش ایرانی، رایی که همچنان هم ادامه دارد. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.